شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز دوشنبه 29 خرداد نشستی را با حضور گزارشگر ویژه این شورا در امور افغانستان و تعدادی از مدافعان حقوق بشر افغانستانی در ژنو برگزار کرد. شماری از شرکت کنندگان این نشست با انتقاد از عملکرد جهان در نزدیک به 2 سال سلطه طالبان بر افغانستان گفتند که در برخی موارد جهان به جای ایستادن در کنار زنان مظلوم افغانستان از گروه طالبان حمایت کردند. به گزارش همکارم فاطمه موسوی توجه فرمایید. 53 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل با محوریت وضعیت حقوق بشری زنان و دختران افغانستانی در شهر ژنو مقر این شورا برگزار شد. هرچند انتظارها بر این بود تا شورای حقوق بشر سازمان ملل در برابر اقدامهای غیر انسانی طالبان علیه زنان افغانستان مواضع جدیتری اتخاذ کنند، اما اکثر شرکت کنندگان همانند نشستهای دیگر با اعلامیه‌های تکراری و محکومیت عملکردهای زنستیزانه گروه طالبان بسنده کردند. در این میان شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان با انتقاد از عملکرد جهان در نزدیک به 2 سال سلطه طالبان بر افغانستان گفت که در برخی موارد جهان به جای حمایت از زنان افغانستان کنار طالبان ایستاده است. خانم اکبر خواستار اقدام‌های عملی سازمان ملل در حمایت از زنان افغانستان شد و افزون بر آن از دولت‌های جهان خواست که در شیوه و چگونگی تعامل با طالبان دقت کنند و نگذارند که نقض حقوق بشر و محرومیت زنان افغانستان از حقوق اساسی خود عادی سازی شود. دیپلمات‌های شماری از کشورها و نمایندگان تعدادی از سازمان‌های بین‌المللی نیز مواضعشان را در پیوند با گزارش اخیر ریچارد بنت در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان به ویژه وضعیت زنان ابراز نموده و از محتوای این گزارش حمایت کردند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در امور افغانستان در این نشست گفت وضعیت زنان و حقوق بشر در افغانستان بدتر شده است، زنان به حاشیه رانده شده اند و منتقدان و مخالفان ایدئولوژی طالبان وضعیت دشواری دارند. ریچارد بنت در ادامه سخنان خود در نشست ژنو افزود این شورا باید اقدام کند، فقط حرف زدن کافی نیست. زنان افغانستان خواستار اقدام عملی اند و باید احکام و فتواهای طالبان علیه زنان فوری لغو شود. او همچنین بعد تشکیل دولت فراگیر با حضور نمایندگان همه اقوام افغانستان تأکید کرد و افزود که باید در زمینه بازگشایی فوری مدارس و دانشگاه‌ها به روی دختران و زنان و مجازات عاملان خشونت علیه زنان در افغانستان هر چه سریع‌تر اقدام شود. در این گزارش که هفته گذشته علنی شد، آمده است که طالبان در 21 ماه سلطه بر افغانستان 50 فرمان محدود کننده علیه زنان این کشور صادر کردند که باعث حذف زنان افغانستانی از صحنه زندگی اجتماعی شده است. فاطمه سادات موسوی، اخبار شیعه. سمیع دره‌ای روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر از استانبول با ما همراه هستند. آقای دره‌ای سلام، وقت شما بخیر. آقای دره‌ای صدای منو دارید؟ بله صدای شما رو دارم. درود بر شما. زنده باشید. برگزاری نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل چه اهمیت و تأثیر بر وضعیت حقوق بشری زنان افغانستان داره؟ بنام خدا و با سلام خدمت شما و بیننده‌های عزیز شما. خب شک نیست که این گزارش ها میتونه یک مقدار روشنگری صورت بده و در افکار عامه جهانی بتونه تأثیر بگذاره، اما متاسفانه در سیاست‌های دنیا که اکثر این سیاست‌ها متاسفانه سیاست‌های استخباراتی و سیاسی است، تأثیر چندانی نخواهد داشت، برای اینکه قدرت‌های بزرگ و یا بازیگران بزرگ بین‌المللی در افغانستان دنبال منافعشان هستند که این منافع متاسفانه با تغییر در افکار عامه به صورت تدریجی ممکن یک مقدار تأثیر بگذاره، اما تأثیر آنچنانی نه. به این لحاظ من فکر می‌کنم که گزارش آقای ریچارد بنت در اجلاس شورای اقتصادی و حقوق بشر سازمان ملل
یقیناً که یک از گزارش‌های بسیار ویژه بود و انتظار مردم افغانستان هم واقعاً همین بود که آقای بنت با چنین لعن واضح و شدید بتاند حرفای مردم افغانستان را و درد مردم افغانستان را انعکاس بده. این واقعاً این گزارش قابل استقبال است، خیلی خوب بود. اما خب این گزارشات انتظار مردم افغانستانی است که این گزارشات در سطح اعلامیه ها و در سطح گزارش ها باقی نمانه و جهان بالاخره منسجم بشه در رابطه با زدودن طالبان از صحنه سیاست افغانستان که دارن دنیا را به یک تهدید تروریستی بالقوا و بالفعل تبدیل میکنن. بله، علاوه بر محکومیت چه اقدامات عملی لازم است تا از سوی جامعه جهانی در برابر گروه طالبان انجام بشه؟ خب یقینا توقع مردم افغانستانی است که سایه طالبان را به عنوان یک گروه تروریستی از افغانستان کاملا به دور بسازد. جهان همونطوره که اینا را به صورت مرموز و به صورت کودتایی با بالای مردم افغانستان حاکم ساخته، همون گونه باید پس دوباره اینا را بزداید و اینا را شرشان از جهان و از منطقه به دور بسازد. مردم افغانستان یقینا توقعشان همی است و میخواهند که واقعا با طالب به هیچ وجه کنار نیایند، برای اینکه طالب یک گروه کاملا تروریستی است و در راستای منافع کاملا قومی و ایدئولوژیک خودشان عمل میکنند. این گونه عملکردها متاسفانه هم خشونت را در سطح جهان میتونه افزایش بده و هم میتونه منطقه را پر از آشوب و پر از بی‌ثباتی بسازه. شما میبینید که متاسفانه منطقی خاورمیانه و آسیای میانه در مجموع امروز زیر تهدید بسیار جدی طالبان قرار گرفته. این طالبان هم که با تفکر ایدئولوژیکشان میتونن که هر گونه گروه های تروریستی دیگری را در بین خودشان پرورش بدن. ما متاسفانه گزارش های از داعش داریم که گویا داعش در درون افغانستان فعالیت هایی داره، ولی این داعش فراموش نشه که اینا از بطن همین شبکه افغانی و همین طالبان بیرون شد و اینا مادر تمام تروریسم جهانی در سطح منطقه و در سطح جهان هستند. از این لحاظ هر نوع فعالیت را که طالبان در هر کجای انجام میدن و هر قدر اغماز در رابطه با عملکردهای طالبان صورت بگیره، به ما اندازه گروه های تروریستی را در سطح جهان میتونن اینا برش جسارت بیشتر ببخشن. مثل که شما دیدین که در کشور مثل اوگندا و سودان و جای دیگری هم این نوع افراطیت تروریستی منجر به قتل عام مردم افغانستان شده و همچنان میشه. و این لازم فکر میکنم که مردم جهان خصوصا کشورهایی که این گزارش تشنیدن از این به بعد واقعا به این گزارش به صورت جدی ببینن و این گزارش جدی بگیرن در افکار عامه خودشان، در سیاستهای خودشان نسبت به تروریسم طالبانی در افغانستان اینا عمل کرده یک مقدار متفاوت داشته باشند. ما عمل کردهای قبلی جهان را که در سطح محکومیت و دادن اعلامیه ها باقی مانده بود و خلاصه شده بود واقعا ازش خسته هستیم. جهان میخواهد، مردم افغانستان میخواهد که بالاخره طالب به عنوان یک گروه تروریستی دیگر در دنیا و بخصوص در افغانستان و منطقه دیگر حضور آنچنانی اصلا نداشته باشد. بله، با تشکر از آقای سمیع دره‌ای که از استانبول با ما همراه بودند.